سلام، من 2 سال از سن بلوغم که گذشت متاسفانه به خدا ایمان کمی داشتم و نماز را نمیخونم، اما اکنون نمیگذارم نمازم را از دستم بره. آیا خداوند جل جلاله نمازهای گذشتم را عفو میکند؟ ببینید، در مورد نمازهایی که قبلا نخوندید، نماز 2 سال، ایشون 2 سال بعد بلوغشون نماز نخوندن، میگه آیا به خاطر اون نمازهایی که نخوندم خدا منو میبخشه؟ ابتدا قبل از هر چیز توبه باید کرد. همه گناهانی که ما مرتکب میشویم، اولین قدم توبه و استغفار و برگشت به سوی خداونده. و اما موضوع دو موضوع نمازه. نماز یکی از مهمترین عباداتی است، یا مهمترین وظیفه انسانه که انجام بده، و اولین چیزی که سوال میشه ازش روز قیامت نماز آدمه. و اگر نماز رو درست خونده بودی موفق شدی، بقیه سوالاتم آسونه. اما این در مورد وظایف شخصیه. در مورد حق الناس قطعا سوال میشه، در مورد مسائل سختری وجود دارد، تا اگر نمازم خونده باشه حق الناس بخشیده نخواهد شد، چون این دوتا جدا از همه. میمونه بحث نمازهایی که گذشته 2 سال نخوندید. برخی از اهل علم میگن که ترک نماز کفره و با توبه کافی توبه کنید و دیگه به اون بر نگردید، ولی برخی دیگه میگن گناهه. وقتی که گفتن کسی نماز نخونده مرتکب گناه کبیره شده، باید 1 توبه کنه، 2 اون نمازها رو هم قضا کنه. 2 سال نماز نخونید، باید همراه نمازات نمازها رو قضا کنید. ولی چون رأی دیگری وجود داره، اون این که میگن که کافی توبه و استغفار کنی و نماز سنت بخونی، خوندن نمازهای سنتتون خداوند اون رو به جای نواقص فرضتون قرار میده و فرضهایی رو که نخوندید به جاش سنت رو به جای اون میپذیره. چون در حدیث صحیح از رسول الله علیه الصلاه و السلام اومده، اگر کسی نمازهاش رو نمازی رو ترک کرده بود، در روز قیامت وقتی حساب و کتاب قیامت میاد، نگاه میکنن به عبادت و فرائضش، اگه کم و کسری داشته باشه، به وسیله سنت ها اون کم و کسری رو براش پر میکنن. میتونید یکی از این دو راه، یا اینکه قضا کنید، هر کدوم رو انجام بدید درسته، یا قضا کنید یا سنت زیاد بخونید، نوافل رو زیاد بخونید که باعث بشه جبران اون نواقصی که در نمازتون بوده، یا اون 2 سالی که نماز نخوندید. بعد گفتن آیا خداوند سبحانه و تعالی کسی که درس میخواند، یعنی درس های مدرسه تا سواد به دست آورد، آیا خداوند پاداش برای او مینویسد؟ بله، حتما ثواب داره. هر کار خوبی که شما انجام میدید ثواب داره. کار خوب که عرض میکنم تنها نماز و روزه نیست، کار خوب، کار عمل صالح، یعنی هر کاری که در مسیر سعادت و خوشبختی خودت و دیگران باشه عبادت حساب میشه. یکی از بزرگان میگه انا احسب نومتی کما احسب قومتی، میگه من منتظر اجرم برای خوابیدنم همونطوری که برای قیام شبم. میگه قیام شب، نماز شب خوندن اجر داره. میگه من هر دوش رو به دیده اجر نگاه میکنم، چون اگر نخوابم انرژی ندارم، میخوابم تجدید قوایی بشه، بدنم استراحت بکنه، نیازم برطرف بشه از خواب، تا قدرت بگیرم، انرژی بگیرم، بتونم اعمال صالح دیگر رو انجام بدم. خب اینی که دارم میخوابم، من به نیت این میخوابم خدا بهم اجر بده، درسته، برای رفع حاجاتم هست. و حتی رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود و این فی بضع احدکم صدقه، حتی در این که کسی با همسرش هم بستر میشه ثواب داره، صدقه است، اجر داره. گفتن یا رسول الله یقضی احدنا شهوته و له اجر، او کما قال، گفت که ای رسول خدا، آیا یکی از ما میره با همسرش هم بستر میشه دنبال شهوت خودشه، آیا اجر میگیره؟ گفت که بله. آیا اگر این میرفت و اون شهوت رو در حرام میگرفت، از راه حرام این رو به دست می آورد، این شهوت رو، آیا براش گناه نداشت؟ میگن بله گناه داشت. یا خب وقتی در حلال این رو انجام میده براش ثواب داره. پس وقتی که ببینید شما همبستریتون با همسرتون هم اجر داره، حتما یقین بدونید که درس خوندنتون هم ثواب داره، راه رفتنتون هم ثواب داره،
همه اعمال انسان وقتی که در مسیر درستی قرار میگیره همه اونها اجر داره براش. وظیفه عبودیت شما کار میکنید توی ساختمان، کار میکنید توی دانشگاه، توی نمیدونم داروسازی، پزشکی، مهندسی، هر زمینه کار میکنید، مادامی که در خدمت انسانیت هست و برای خیر و سعادت دین و دنیای انسان هست، در نتیجه اجر و ثواب دارید.